جلسه رو شروع میکنیم. من میخواستم عذرخواهی کنم به خاطر اینکه این جلسه رو شروع کردیم به دلیل هوای خیلی بدی که ما بیرون داریم. منتظر دوستان بودیم که به سلامتی به اینجا برسن. خواستم فقط عذرخواهی کرده باشم که توی این به خاطر این هوای بد هستش که ما دیرتر شروع کردیم. تلفنات رو لطف کنید یا خاموش کنید یا روی میوت بذارید. سکوت رو رعایت کنید. سوال هایی هم اگر براتون پیش میاد به qhasti.com بفرستید. خیلی خوش آمدید. دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. همونطور که مستحضر هستین در غزلی از حافظ هستیم. دو جلسه گذشته من توضیحاتی رو در قبال این غزل خدمتتون عرض کردم. مقدماتی بود که باید چیده میشد و بعد از این مقدمات وارد مباحث مدخلی تر در این غزل بشیم. جلسه قبل یه نکته رو من خدمتتون عرض کردم که از دیدگاه عرفای ما امکان صلح بشری در عشق، در عقل انسان‌ها نمیتونن به صلح برسن، همینطوری که تا امروز نرسیدن. در جلسات گذشته صحبت از این بود که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. چون این 72 ملت همه عذر عقل رو دارن و پایبندی اینها به اصولی از اصول عقلانی باعث میشه که اختلافات بالا بگیره و اختلافات حل نشه. یکی از عواملش این موضوعه. عرض کنم به خدمت شما قبل از اینکه وارد صحبت‌های اصلی غزل بشیم، من یه مقدمه راجع به همین موضوع خدمتتون عرض کنم. اینکه ما صحبت از صلح در عشق می‌کنیم، عمده‌ترین مسئله‌ای رو که عرفا به ما تعلیم میدن بحث خودشناسیه. خودشناسی اصلی‌ترین عمده‌ترین عامل سعادت بشر خواهد بود. چیزی رو که بشر بهش اگر مطلقاً نپرداخته خیلی کم پرداخته. خودشناسی تنها عامل سعادت انسانه اگر انسان به خودش آگاه بشه. این که این موضوع رو من خدمتتون عرض کنم که بحث خودشناسی از مهمترین موضوعاتیه که تک تک و فرد فرد انسان‌هایی که روی کره زمین هستن باید به این موضوع بپردازن. از ضروریات زندگی ماست و نداشتن توجه به شناخت خود مسائل مهمی رو به وجود میاره و اختلافات زیادی رو بین ما توسعه میده و همینطور باعث از دست رفتن شادمانی در انسان ها میشه. بحث ما اونجایی هستش که خودشناسی اصولاً سیستم و دستگاهی نداره. یعنی کسی نمیتونه بیاد من رو به خودم بشناسونه. من خودم هستم که باید خودم رو کشف کنم. ما به دلایل متفاوت، یعنی هم فریبی که میخوریم و هم فریبی که دوست داریم بخوریم، یعنی ما میریم تو یک سیستم، در یک سیستم، این سیستم هر نوع سیستمی هست، سیستم فکریه، دینیه، فلسفیه، علمیه، اینا فرقی نمی کنه، اسمش عوض میشه. من از طریق این سیستم خودم رو بشناسم. وقتی که من وارد این سیستم میشم، اون چیزی که از این سیستم میاد بیرون ایدئال های این سیستمه، نه من. به همین خاطر خودشناسی عمده ترین مسیریه که فرد باید خودش بره.
و توضیح این موضوع بدین صورت هستش که ما در عموم انسان‌ها در ناخشنودی‌ها، ناخرسندی‌های زیادی زندگی می‌کنیم. از درد سرشار میشیم در خیلی جاها. درد عمده‌ترین عاملیه که شعله جهش تکاملی رو در انسان ایجاد میکنه. اما ما میبینیم درد در انسانها مطلقاً وجود داره و بسیارم قدرتمنده، اما انسانها به جای شعله‌ور شدن آتش عشق به زوال کشیده میشن. علت موضوع چیه؟ چرا ما به زوال کشیده میشیم؟ بحث اصلی اینه که در ناخرسندی ها، در ناخشنودی ها صبر ما خیلی کمه و در بحث خودشناسی به دنبال یک نسخه میگردیم که یه چیزی بگو من الان عوض شم، حالم عوض شه. از همین روی ما یا کانالیزه میشیم و یا اینکه همرنگ جماعت میشیم. کانالیزه شدن یعنی اینکه پناه میبریم به سیستم های متفاوت در درد هامون. از مواد مخدر بگیرید، از مشروبات الکلی بگیرید، بیایید تا سیستم های دینی، سیستم های عرفانی، سیستم های علمی، اینا هیچ کدوم با هم فرقی از دیدگاه عرفان ما نمی کنه. اینها آسایش و آرامش موقتی رو به ما میده، اما در نهایت اونی نیست که شعله جهش رو و از بین بردن ریشه‌ای درد رو انجام بده. ببینید، در بحثی که شما بخواید خودتون رو بشناسید به یک نکته‌هایی در بسیار توجه کنید. والا هیچ سیستمی نداره. اصلا عشق سیستم، کسی نمیتونه به شما سیستم بده. من که شما نیستم، شما که من نیستیم. فقط چرا میشه راهنمایی هایی کرد؟ میشه من از تجربیات خودم بگم ببینید شما کجا به دردتون میخوره. در این مسیری که حرکت میکنیم، اولا سیستمی وجود نداره در مسیر خودشناسی. هر کسی خودش رو باید خودش بشناسه. اون چیزی رو که ما احتیاج داریم در وهله اول، نداشتن تعصب و دوگم به هر موضوعیه. در وهله اول نداشتن دوگم به هر موضوعی باعث میشه که ما در یک رهایی حرکت کنیم. مسئله دوم عدم ترسه. ما نباید از خودشناسی این نظر رو داشته باشیم که نتیجه یک خودشناسی این باشه که من آدم خوبی هستم. ما وحشت داریم از نتیجه داستان که اگر من خنگ بودم، که اگر من خشمگین بودم، که اگر من درم غضب و خشونت شعله های اصلی زندگی بود. ما از اینها می ترسیم. عدم ترس ما از دیدن خود به اون صورتی که هستیم، هر چی که هستیم همون هستیم، نمیشه اون رو عوض کرد. اگر هم میگن عوض میکنیم، تغییرات روبناییه که عرفان ما بهش اعتقادی نداره. شما در نظر بگیرید در مسیر خودشناسی اگر شما قرار باشه چیزی رو بشناسید، باید باهاش دوست بشین. شما وقتی که یک بچه رو میخواین بشناسین، با قضاوت و تنبیه و دشمنی با اون بچه که نمیتونین بچه رو بشناسین. باید بچه رو بشناسید به اون صورتی که هست، نه به اون صورتی که شما میخواید اون باشه. خود ما هم همینیم. ما باید خودمون رو بشناسیم به اون صورتی که هستیم. به همین خاطر باید با خودمون دوست باشیم.
باید بتونیم لحظه به لحظه حرکات خودمون رو ببینیم دوستانه، بدون وحشت از خود. بدون وحشت از خود باید بتونیم این حرکات رو داشته باشیم. اگر قرار باشه من بترسم، چجور میتونم خودم رو بشناسم؟ اگر من وحشت داشته باشم از اینکه نتیجه این خودشناسی این خواهد بود که من اینم، خب اینی که دیگه اینی کارش نمیشه کرد. مسئله اینه که برای شناختن خود باید در وهله اول با خود دوست بود، بدون هیچ قضاوت نیک و بدی. نیک و بدی مال سیستم هاست. در هر سیستمی یه سری چیزها نیکیه، یه سری چیزها بدیه. اما در شناخت خود من اگر کوچکترین قضاوتی نسبت به خودم داشته باشم، کوچکترین تنبیهی و جدایی از خودم بخوام داشته باشم، نمیتونم اونی رو که هستم ببینم. یه نکته دیگه هم در کنار این موضوع وجود داره. برخورد من برای شناخت خودم باید واقع گرایانه باشه، باید منطبق بر واقعیت باشه. اگر منطبق بر واقعیت نباشه، اگر منطبق بر ایدئال ها باشه، من نتیجه معکوس میگیرم. مشکلی که امروز ادیان مختلف باهاش رو در رو هستن، به خاطر اینکه سیستم کردن و یک سری الگو ساختن و این الگوهای افسانه‌ای رو به من و تو معرفی کردن، گفتن باید شبیه این بشی. از این سیستم من بیرون نمیام. من باید با واقعیت خودم واقع زندگی و خودم رو بشناسم. فراموش نکنید واقعیت یک موضوع ایستا و بی حرکت نیست. شما برای شناختن واقعیت، حتی واقعیت خودتون، هر لحظه باید خودتون رو ببینید. زمانی که انسان متوجه میشه که برای درک خودش احتیاج به شجاعت داره، این خطر کردنه. باور کنید شجاعت میخواد و تیزهوشی فوق‌العاده‌ای میخواد که من بتونم خودم رو اونجوری که هستم ببینم. و این دیدن و شناختن خود حلال همه مشکلاته. بحث اینجاست که زمانی که یک انسان در ایستایی نمیمونه، برای شناختن خودش به تجربیات و دانش و محوریت دانش و تجربه شخصیش بر نمیگرده، به اون تکیه نمی کنه. زمانی که ذهن انسان توجه و معطوف بودنش به دانش و تجربه کم میشه، فوق‌العاده کم میشه، مطلقا نمیتونه از بین بره. چون بدون این دانش، بدون این تجربه، ما حتی تا خونمون نمیتونیم بریم، ما یه رانندگی نمیتونیم بکنیم. اما زمانی که ساحت ذهن ما توجهش به دانش، دانشی که از خودش داره، چیزای تجربی که از خودش گرفته، از اینها کمتر توجه میشه و درک واقعیت خودش رو میبینه، ماهیتی در ذهن متولد میشه که از خواص اصلی ذهنه و مهمترین جریانیه که ما این رو از دست دادیم به نام خلاقیت. خلاقیت به هیچ عنوان نه به عقل انسان ربطی داره، نه به تجربیات انسان ربط داره. من مثال میزنم که صحبتم باز بشه. ببینید، شما یه نفر شعر میگه، میگید که خیلی آدم شاعر خلاقیه. ما در عرفان به این نمیگیم، به شعر گفتن نمیگیم خلاقیت. من اگر رفتم رشته ادبی خوندم، کتاب ها رو ورق زدم، برای گفتن چهار بیت شعر، یه صفحه شعر،
اومدم و ده ها بالا پایین کردم با هزاران اطلاعات و دانش ادبی، به این در عرفان ما نمیگیم خلاقیت. خلاقیت اون زمانیه که تو مکانیکی، تو برقکاری، تو یک دنیای دیگه‌ای هستی و اونچنان شعر میگی که این شعر تمام وجود خود و شنونده رو در بر میگیره. ما نمیگیم در وهله اول طرف شاعر نیست، میتونه شاعر خیلی نام‌آوری هم باشه، شاعر خیلی خوبی هم باشه، ادبای زیادی به این احترام بذارن، اون جای خودش رو داره، اما این خلاقیت نیست. خلاقیت اون زمانیه که ایستایی در واقعیت متوقف میشه. همه ما این نوع خلاقیت رو، یعنی بسیاری از آدم ها این نوع خلاقیت ها رو در شرایط متفاوت درک کردن. زمانی که ما توجهمون از دانش و تجربیاتی که داریم جدا میشه، کامل جدا نمیشه، بعض وقتا هم کامل جدا میشه، خلاقیت ظهور میکنه. این یکی از مهمترین ماهیت هایی که ذهن انسانی در بر داره و با زنده شدن این، اون چیزی که برای ما به وجود میاد یک جریان آگاهی جدیدیه که از خلاقیت به عشق میرسه. توجه داشته باشین، ما برای اینکه از نتیجه خودشناسی اطمینان حاصل کنیم، ما برای اینکه به یک امنیت درونی برسیم، میایم پناه میبریم به سیستم های عقلانی معرفی شده. حرف اینجاست که این غلطه، این نیست. ما برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که این سیستم من رو میرسونه به اون جایی که باید برسم، میایم پناه میبریم به سیستم های عقلانی. این سیستم های عقلانی هم چیزی عموماً جز یک سری روابط زندگی، میزان کردن و تعادل برقرار کردن در اجتماع و بعد مقدار زیادی فریب، هیچی نیستن. حالا متوجه میشیم که کسی بخواد بیاد به من انسانی بگه که آقا من میام تو رو به تو میشناسونم، این یعنی چی؟ ما حاضر میشیم که بریم یک آن آروم بشیم، اما هر چی رو از دست میدیم از دست بدیم. این کار خودشناسی نخواهد بود. ذهن ما و ذهنیت ما در مسئله امنیت و برای اینکه مطمئن باشه به خودش اعتماد نمی کنه. این یعنی خطر کردن. شما فکر نکنید این کار کمیه، شما فکر نکنید شجاعت این که من خطر کنم و متوجه بشم که چه جور آدمی هستم و دارای چه نوع خصوصیاتی هستم کار ساده ایه. اینا کار ساده ای نیست، اینها از هر خطری بالاتره. این مقدمه رو از من داشته باشین. صحبت اصلی رو که امشب خدمتتون میخوام عرض کنم، بحث دو تا مسئله است در این غزل. یکی مسئله رازدانی و رازپروری و یکی مسئله گیسوی خم اندر خم. اینها چه مفاهیمی دارن؟ ببینید، در دنیای حکما و فیلسوف ها در دوران حافظ و در دنیای قسمتی از دنیای علوم امروز، من نمیگم همه، چون بسیاری از دانشمندان علوم جدیده معتقد بر این هستن که جهان راز سر به مهریه، اما هستند عده‌ای و بودن در دوران حافظ که میگفتن مهمترین راز این جهان اینه که هیچ رازی نداره. ما همه چیز اینها رو فهمیدیم، مثل همین تئوری هایی که بعضی ها امروز میدن و اون موقع هم تئوری های متفاوتی بوده،
و اینی که شما میگید راز، راز یک مفهومیه که به این معنیه که اصلا رازی وجود نداره، همه چیز برای ما مکشوفه. من در صدد این هستم که راز و رازدانی رو از دیدگاه عرفان عموماً با کلام حافظ و مولانا باز کنم. ببینید، فراموش نکنید راز به معنی این که ما از چیزی خبر نداریم و خبردار میشیم نیست. من اگر بیام امروز خدمت شما بگم من رفتم کره مریخ، تو کره مریخ این خبر هاست و شما تا امروز اینو نمیدونستید، به این نمیگن راز. من اگر برم اون دنیا بهشت موعود رو ببینم، جهنم رو ببینم، فرض کنیم تمام اینها هست، فرشته ها رو ببینم، همه اینا رو ببینم، برای شما خبر بیارم، بگم آقا این اون ور دنیا این خبر هاست، به این نمیگن راز. اگر هم باشه به این میگن خبر. حالا متوجه میشید اینی که تو باید خطر کنی بری برای درک خودت، وقتی یک کسی رو میخوان فریب بدن تو سیستم های عرفانی چی بهش میگن؟ میگن تو میای اینجا و میری رازهای جهان، فرشته ها رو میبینی و با فرشته ها ارتباط میکنی و همش نوره و بعد دیگه آسایش میشینی زندگی میکنی. اینها درست باشه ما کاری نداریم، غلط باشه، اینا حرف عرفای ما نیست، حرف هیچ عارفی نیست. هیچ عارفی قطعاً تا دوران مدرنیته و عرفان امریکایی این حرفا رو نزده. اینا هر چی بود از دهه 50 به بعد شده، 50 میلادی منظورمه، قبل از اینها این صحبت ها نبوده. صحبت از این بوده که به شادی و شادمانی میرسی، اما این بحث نبوده که میای میریم همش فرشته است و یه جاهایی هم پر از شیطان و نمیدونم فلان و اینا رو میذاریم کنار. تو میری با خوب و بدی که هستی با خودت آشنا بشی. راز اونی نیست که من برای شما خبری بیارم. این خبر میخواد از کره مریخ باشه، این خبر میخواد از چین باشه، این خبر میخواد این باشه که من برم پیش جن و پری و فرشته و هرچی، قیامت و بهشت و جهنم، برای شما خبر بیارم. به اینها نمیگن راز. به چی میگن راز؟ منظور اینها از راز چیه؟ و صحبت همیشگی رو تکرار میکنم، راز به معنی این نیست که خدا یک سری یا هستی یک سری اسرار مکشوف نشده داره و میترسه این به دست ما انسان ها بیفته، چون ما آدم ها خیلی مهمی. اینا به این معنی نیست. من از یک جایی این صحبت راز رو شروع میکنم که قبلا هم راجع بهش صحبت کردم، از اینجا شروع میکنم تا برسم به معانی که در قبال راز و راز پروری وجود داره. یه شعری در حافظ هست که من اینو چند وقت پیش واقعیت یادم نیست کی خوندم، ولی اینو دوباره تکرار میکنم. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. این غزل تو همون غزل معروفیه که زلفت هزار دل به یک تار مو ببست، راه هزار چارگر از چهار چار سو ببست. این تو همون غزله. میگه شیدا از آن شدم. شیدا، شیدایی یعنی دیوانگی، یعنی جن زدگی، یعنی شیطان زدگی. در باورهای قدیم، امروز هم خیلی ها به این معتقدن، نور ماه و سفیدی، اون سفیدی که نور ماه داره، بعضی از انسانها رو شیدا میکنه. در اینها حالت شیدایی و جنون به وجود میاره. هرچی ماه کاملتر میشه، این نور بیشتر میشه، شیدایی اینها بیشتر میشه، تا میشه ماه کامل، تا میشه قرص کامل ماه. ماه نو یه ابروه. وقتی که شما اگه برای شروع ماه مثل ماه رمضان میرفتن رو آسمون نگاه میکردن، یه ابرو میدیدن، یک تار باریک مو میدیدن. میگه این یک جلوه به من میکرد، چون واقعا هم همینطوره، شما میبینید یک آن دیگه نمیبینید، دوباره دیگه نمیبینیش، باید بگردین، خیلی میگردین تا دوباره ببینیش اون ماه شب اول. میگه زمانی که انسان‌هایی وجود دارن مثل خود من حافظ،
که حقیقت هستی یک جلوه‌ای به اینها میکنه، یک دلربایی از اینا میکنه، ظاهر این مثل یک ابرو، مثل یک صورته، اما باطن این شیداییه. وقتی که این جلوه رو میکنه، این دل رو میبره و بعد رو رو نهان میکنه از تو، اون زمان زمانی هستش که تو با یک مفهومی به صورت طلب، نه به صورت آرزویی، برخورد کردی به نام آشنایی با راز. به عرضم خیلی عنایت کنید عزیزان، وقتی که من عرض میکردم بذارید طلبتون ببره. طلب یعنی وقتی که این جلوه‌گری به تو میشه و تو این مسیر رو دیگه خارج از ارادت داری میری جلو، به اون چی که تو آرزوهای ذهنی بگرده و با چهار تا اشک و آه قاطی بشه نمیگن طلب. اینجا طلب به وجود میاد، اینجا طلب به وجود میاد که انسان شیدا میشه برای یک چیزی که دیده، میدونه هست ولی نمیدونه چیه، نمیدونه کجا باید دنبالش بگرده. هی توی آسمان ها داره دنبال این میگرده. یک دلبری کرده، یک ابروی رو نشون داده و بعد از اینکه این ابرو رو نشون داد دیگه نهان شد. این حالت برای بسیاری از ما، برای کسانی که در سلوک عرفانی هستن پیش اومده. وقتی این حالت پیش میاد، اولین آغاز مسیریه که شما با راز و رازدانی آشنا میشید. هر انسانی متوجه میشه که در این جهان یک رازی هست. اون حالت اگر در انسانی به وجود نیاد، صحبت کردن در رابطه با عشق، حرکات معنا، رفتن در درون اساساً بی‌معنیه. گفتن راز در گوش منکر راز نیست. شما هرچی هم بگو، میگه آقا تو یه خورده حواست پرته، تو یه خورده قاطی کردی، نمیدونی چی داری میگی، اون داره این دیدگاه رو میبینه. اما در اون انسانی که این تحول به وجود اومده، این متوجه میشه که یک جریاناتی در باطن این هستی هست که دل اینو رو بوده و این به دنبال اون حرکت میکنه. این اولین قدمیه که در قبال راز آغازگره. اون چیزی که این حرکت رو ایجاد میکنه، حالا در افرادی که این موضوع و این مسئله پیش میاد، که عمدتاً هم در عرفان نظر به این افراده که تو درک کردی، اون طلب درت به وجود اومده. طلب اونی نیست که همش فکری بگی میخوام و فکر کنی که باید بری پیش فرشته ها و به وسیله این سلک معنوی یا اون دین تو وارد بهشت میشی، میری در عالم معنا. ببینید وقتی که این حالت در فردی به وجود میاد، در دنیا ظاهری رو میبینه و باطنی رو میبینه، متوجه این هستش که پشت این ابرو یک دلبری هایی وجود داره، یک جریاناتی وجود داره. وقتی به این سمت حرکت میکنه، این خودش یکی از مهمترین رازهاست که چرا برای بعضیا این اتفاق میفته و برای خیلی ها این اتفاق نمیفته. راز از دیدگاه عرفان ما در حقیقت زمانیه که یک انسان متوجه میشه پشت ظاهر زندگی، پشت این ظاهری که همه دارن میبینن، یک جریانات بزرگی در حرکته.
و این جریانات تأثیرات بسزایی دارن بر روی این ظاهر. دقیقاً مثل زمانی که ما تصور میکردیم در جهان علم همه چیز این ظاهر دنیاست، در قرنهای 19، 18 و اوایل 20، و بعد متوجه شدیم جهان مایکروی وجود داره، جهان ذره‌بینی وجود داره که دارای هیچ قانونی نیست، دارای هیچ مکانی نیست، در مولکول‌ها، در اتم‌ها دارای هیچ زمان و مکان و قاعده‌ای نیست، همه چیز داره روی یک جریان دیگه 100% بی نظم حرکت میکنه. در حقیقت همین موضوعه که یک ظاهری رو میبینه، وقتی که این ظاهر رو دید متوجه میشه پشت این ظاهر یک باطنی وجود داره. چند تا مثال میزنم خدمتون که این حرف باز بشه تا برسم سر صحبت راز و رازدانی. ببینید، بهتر میدونید تا اونجایی که آشنایی دارین، یه افرادی مثل هگل در دنیای غرب فوق‌العاده معروفن، فوق‌العاده اینها جذابن و صحبت کردنشون درسته، درک حرفای اینها پیرت میکنه تا چهار تا کلمه‌شو بفهمی، اما فوق‌العاده جذابه. یکی از مهمترین نمونه هایی که در این جریانات میبینید اشاره کردن به راز هاست. براتون مثال میزنم. کلامی از هگل هست که قهرمانان جهان بازیچه دست تاریخند و بدون اینکه مطلع باشن مراد جریانات دیگه ای رو انجام میدادن. یعنی آدمایی مثل اسکندر، مثل چنگیز، مثل نمیدونم ناپلئون، مثل هر کی، مثل نیرون، مثل آتیلا، کسانی بودند که در جهان نامی از خودشون به جا گذاشتند. اینها همه چیز رو بر خودشون میدیدن که اینها این کارا رو کردن. اما هگل به ما، نظر هگل و نظر طرفداران هگل بر این موضوع که یک جریانات تاریخی در پشت پرده با اینا هماهنگ بوده. ما به اینها در اصطلاح جامعه شناسی میگیم شرایط. شرایطی به وجود اومده که این پیروزی برای این به وجود اومده، ولی این پیروزی به وجود نمی اومد. یعنی شما وقتی که یک جریانی رو مثل جریان اسکندر میبینید، مثل جریان چنگیز میبینید، در پشت این یک شرایط و یک هماهنگی هایی رو میبینید، به این میگن راز. مارکس، خود کارل مارکس، با وجود اینکه مکتب مارکسیسم مکتب الحادیه، اما بسیار زیبا خود مارکس به رازها اشاره میکنه. شما زمانی که برگردین در قرن 19 هم در اوج شکوه کاپیتالیسم، ساخت انقلاب صنعتی صورت گرفته، پلها ساخته میشه، ساختمونها داره ساخته میشه، پیشرفت پشت پیشرفت داره میاد، تمام جامعه شناسا، انسانهای متفکر زمان اروپا بر این موضوع استوار بودن که آقا ما داریم تپایه های تمدنی رو میذاریم که این تمدن میره برای ابدیت. مارکس میگفت من در این ساختن تمدن، در این پایه‌های تمدن دارم می‌بینم که بورژوازی باعث ویرانی خودش خواهد شد. به این جریانات میگن راز. یعنی شما در ظاهر داستان باطنی رو می‌بینی، یعنی در این حال ساختن و آباد کردن تو داری می‌بینی این به کجا خواهد رفت و این چی خواهد شد، به کدوم مسیر این داره میره. به این نوع درک، به این نوع شعور میگن رازدانی. یه دفعه هم مثال زدم خدمتون، شما میایین یه گل سرخی رو میذارین، این گل سرخ رو میتونید ببینید، پرپر کنین
و توضیح بدین که آقا این از این مواد طبیعی تشکیل شده، هیچ چی دیگه نیست. اما همین گل رو یک نفر میتونه ببینه و اونچنان شکوه و شکوفایی در این به وجود بیاره که بهش بگه راز گل سرخ. این همون گله. تفاوتی که در دیدگاه انسان از ظاهر به باطن میره، انسان از ظاهر به باطن میره. وقتی که انسان پشت ظاهرها یک بواطنی رو دید، به این میگن راز. راز چند تا شاخصه مهم داره در دیدگاه عرفان ما. اولا راز به هیچ عنوان گشودنی نیست. راز با مجهول فرق میکنه. راز هر چی نسبت بهش بیشتر آشنایی پیدا میکنی به حیرتت اضافه میشه. میبینید فرق عرفان با علم یا فلسفه رو؟ فلسفه و علم در حل مجهولن، اما تو هر چی در این رازها بیشتر عمق پیدا میکنی بیشتر تحیرت میره بالا. راز هرگز و هرگز گشودنی نیست. شما نمیتونید راز رو برای کسی باز کنید. این از مسئله هایی که بهش توجه ببخشید زیادی داشته باشین. مسئله راز این نیست که من از چیزهایی خبر بیارم که از شما پوشیده است. شما نمیدونید تو چین چه خبر بوده، من رفتم چین دیدم میام به شما خبر میدم. به این نمیگن راز. اگر هم جای اشتراک لفظی وجود داره، اینها فقط اشتراک لفظیه. حالا این راز برمیگرده به یک نکته هایی که این نکته ها رو باید خیلی بهش توجه داشت. ببینید در همین غزلی که با هم میخوندیم میگه جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. زلف شما در حافظ بسیار زیاد میبینید، گیسو، زلف. هم این زلف گیسوی مشکینه، هم این زلف گیسوی مشکینه، هم تره ترست، یعنی خمندر خمه. شما سه تا خصیصه اصلی در مسئله زلف در دیوان حافظ پیدا میکنید. یکی این که زلف تیره است، یکی این که زلف خمندر خمه، زلف رو میبافن دیگه، پیچن در پیچه، و یکی این که زلف بوی خوب میده. این ستا رو شما در حافظ پیدا میکنید. هر ستای اینها دارای اول معانی هستن. اولا سیاهی تاریکیه که ما درش قرار گرفتیم، که فقط یک ظاهری رو میبینیم و فقط به اون ظاهر بینیمون اکتفا میکنیم. برگردم به مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم. این تاریکی در زمانی که من درد دارم، این درد من هر چی هست، هر نوع درد، روان پریشی، عرضم به خدمت شما عزیز از دست رفته، یا هر چیز دیگه، درد باید منو شعله ور کنه. من رو شعله ور نمی کنه چون کانالیزه میشم یا همرنگ جماعت میشم. وقتی این چنین شدم یک انسان متوسط الحال میشم. وقتی انسان متوسط الحال مثل بسیاری از مردم جهان به آدم متوسط الحال شدم، یعنی قدرت اعتماد به نفس از من گرفته شده، یعنی من دیگه نمیتونم به خودم تکیه کنم. توجه کنیم، ما در خودشناسی داریم صحبت میکنیم، انشالله که همه دیگه بعد از این سالها آشنایی داریم. ذهن کسی به این نره که اگه میخوام برم فیزیک بخونم باید برم استاد ببینم. اون بحث فیزیکه، اون بحث ریاضیه، این بحث چیز دیگه ایه. توجه به این نکته ها داشته باشین. من اعتماد به نفس خودم رو از دست میدم. وقتی این اعتماد به نفس از دستم رفت، قدم برای جهش روانی در عشق کوتاه میشه.
اجازه نمیده من این جهش رو داشته باشم. یک انسانی هستم که باید بچرخم در یک سیستم و چون اطمینان و آسایشی رو میگیرم، حالا چه موقتی، اگر چه این موقتیه، اون برام بهتره. این میشه تاریکی. ما اکثرا در پشت تاریکی صحبت میکنیم، فرقی نمیکنه. شما بارها خدمتتون عرض کردم انسانها چیزهایی رو که نمیشناسن براش افسانه درست میکنن، اون یعنی تاریکی. مرگ رو کی تجربه کرده که میدونه چیه؟ چند هزار افسانه راجع به مرگ وجود داره، درسته؟ بسیاری از این مسائلی که در زندگی ما هست، حالا چه رنگ و بوی علم به خودش بده و علم نما باشه، چه رنگ و بوی دین به خودش بده، فرقی نمی کنه، ما رو در تاریکی نگه می داره. بعد ما در یک خمندر خمهای می افتیم، پارادوکس ها و تناقضاتی که به وجود میاد، چون در تاریکی هستیم، تناقضات زیادی برای ما در زندگی عملیمون به وجود میاد. اون موقع برای این نوع تضادها و تناقضها، شما ببینید اگه عوام مردم غیر از اینن، اصلا ول کنین حافظ رو، تمام سیستم هستی رو ما زیر سوال میبریم و اونقدر سوالات ریز و درشت به خاطر این کوتاهی قدمون پیدا میکنیم، به خاطر این از دست دادن اعتماد به نفس پیدا میکنیم، که در این پیچهای موی بافته هستی گم میشیم، دیگه اصلا نیستیم. این زایع شدن استعداد انسانیه. اینجا یک موضوعی هست که حافظ بهش اشاره میکنه و مسئله بوی مشکین و مشکالود گیسوه. برای بعضی از انسانها که شاید خیلی وقتا هم تعدادشون کم نباشه، این بویی که میاد، یعنی همین حالتی که اینها نسبت به هستی پیدا میکنن، اون ماه رو میبینن، اون شیدایی درشون به وجود میاد. وقتی این شیدایی درت به وجود اومد، دیگه تو در اختیار خودت نیست که بخوای رو این موضوع قدم برداری، میچشتت، اون عاشقی میچشونه میبرتت، اون شیدایی همون چلبیه که درت بلند میشه. و الا این که من هی بگم نه، من دلم میخواد بیام عارف بشم، با دل خواستن کسی عارف نمیشه. اون زمانی ماهیت و وجود خلاقیت در ذهن شکوفا میشه که من سالک با طلب و علاقه مطلق به این سمت دارم میرم. اون وقت این چیزهایی رو که من دارم میگم، بسیاری از عزیزانی که هستن و آشنایی دارن، ببینید دارم دروغ میگم؟ ببین چجوری خلاقیت درت به وجود میاد. اینها در وهله اول میاد و میره، نوع خلاقیت ها، اینها در حقیقت دوام نداره، نشون میده خودش رو، بعد از بین میره، دوباره همون آدمی، این دوباره شکوفا میشه تا زمانی که برسه به تداوم که به این میگن مقام. در اینجا تنها راهی که توی سالک داری این بوی زیبایی که از این دنیای تاریک و این دنیای پیچ در پیچ به مشام بعضی از آدم ها میخوره، اگر این بو به مشامت میرسه، در حقیقت تو میتونی راهی داشته باشی برای رفتن به سمت عاشقی. اما برگردم دوباره سراغ راز. ببینید، عشق اساساً برای درک رازه. در اینجا پای عقل کوتاهه. شما میدونید عرفان
یعنی شناخت، عارف یعنی کسی که شناخت داره. خب چرا به یک فیزیکدان نمیگن عارف؟ چرا به یک ادیب نمیگن عارف؟ چرا به یک کسی که در علوم اجتماعی تحقیق، اونم شناخت داره به موضوع دیگه؟ اون موقع ها زمان قدیم هم بوده، در علوم مختلفی که بوده، به فقیه نمیگفتن عارف، به نحوی نمیگفتن عارف، به فیلسوف نمیگفتن عارف. در حقیقت عارف کسیه که شناخت داره بر رازها. آشنایی با رازهاست که به عارف میگن عارف، و الا خیلی از انسانها نسبت به خیلی مسائل مختلف شناخت دارن. چرا به اینها نمیگفتن؟ آشنایی با راز در وهله اول با یک دلبری از توی انسان شروع میشه. شیدا میشی، نمیفهمی چی شد دلتو برد، نمیفهمی چرا یه دفعه اینجور شدی. این از اراده تو خارجه، از جای دیگه‌ای بهت نظر کردن. اما مابقی داستان تلاش انسان رو در بر داره. شما زمانی که میخواید وارد بشید به راز، از عقل نمیتونین صحبت کنین. ببینید، من یه موضوعی رو خدمتتون عرض کنم. شما زمانی که من زمانی که میگم عقل، اگر کسی سیاسیه، مثلا عقل چه میدونم چرچیل میاد به ذهنش، میگه آقا عقل یعنی این. اگر کسی فیلسوفه، عقل هگل میاد به ذهنش. اگر کسی بیزنسمن و اهل پول و مثلا چه میدونم عقل اوناسیس میاد به ذهنش. عقل در هر کدوم از ما انسانها یک معنی پیدا میکنه. اما اینها رو مولانا بهش میگفت عقل جزوی، یعنی من در یک حیطه‌ای، در یک منطقه‌ای تسلط زیادی دارم. مثلا شما فرض کنید سیاستمدار بزرگیم اما پدر بدیم، سیاستمدار بزرگیم اما دوست بی وفایم. اون من خب سیاستمدار اینا بهشون میخوره، اما منظور این که در یک حیطه‌ای میتونم سیاست، میتونم عقل رو فعال کنم، اما در حیطه دیگه چیزی نمیدونم. عقل من در فیزیک چیزی نمیدونه، عقل من در ریاضی چیزی نمیدونه، عقل من در سیاست مثلا میدونه. این جلوه اصلی عقل نظری و عملی در ماست. یعنی زمانی که از عقل صحبت میکنیم، از یک حیطه‌ای صحبت میکنیم. در زمینه‌های دیگه یه عقلی داریم، اما به وسعت این نیست. اگر من سیاست مدارم، مثلا ممکنه که اطلاعاتی از فیزیک دارم، اما به وسعت علم سیاسی نیست. اگر فیزیک دانم، ممکنه اطلاعاتی از سیاست دارم، اما به وسعت فیزیکم نیست. یعنی عقل در یک جویهای حرکت میکنه، در یک راههای حرکت میکنه، در یک مسیرهای حرکت میکنه. آیا شما میتونید کسی رو پیدا کنید که تمام این عقول رو داشته باشه؟ مگر اینکه افسانه باشه، درسته؟ شما هرگز کسی رو پیدا نمیکنید که سیاست مدار باشه، فیزیکدان باشه، ریاضیدان باشه، ادیب باشه. میگم مگر افسانه هایی که ما درست میکنیم، چون هر کدوم از اینها در یک جوی در ما در حرکت و در جریان میاد. حالا وقتی که این در این حیطه میاد جلو، در حیطه خودش میتونه جهل زدائی کنه، میتونه مجهولی رو به معلوم تبدیل کنه. عموماً عقل برای مسائلی که قابل تکرارن، بسیار به عرضم عنایت کنید، عقل برای مسائل قابل تکرار
و چیزهایی که مشابهش پیش میاد و اون چی که زبان مشترک بین انسانها داره مورد استفاده قرار میگیره. اون چیزی که شباهت داره تکرار میشه و نوآوری هایی که در این زمینه عقل در هر رشته ای میاره، اگر شما نگاه کنید این در حقیقت مجهولی رو که نمیدونستیم با توجه به تمام اطلاعاتی که داشتیم در اون علم سیاست یا فیزیک امروز اون مجهول رو حل کردیم. عقل از این کاربرد دیگه ای نمیتونه داشته باشه. پس عقل در یک جویهای حرکت میکنه. عقل یه نفر که عقل همگانی داشته باشه ما نداشتیم و نداریم، هیچ وقت هم چیزی نیومده الا افسانه هایی که انسان ها ساختن و قطعا افسانه است. غیر ممکنه کسی همه چیز رو بدونه، همه چیز رو همگان دادند. این از خاصیت های عقله که در این جوی حرکت میکنه. اما راز برمیگرده به داستان و جریانی که اولا ریشه در انسان و هستی داره، یعنی مطلقا مربوط به انسان و هستی میشه، و زمانی که عقل در این وارد میشه دچار تحیر و پریشانی میشه، چون عقل در حیطه معلوم باید حرکت کنه. عقل که در مجهول مطلق نمیتونه حرکت کنه، عقل در مجهول مطلق نمیتونه حرکت کنه. عقل وقتی که به پارادوکس و تضاد میرسه گیج میشه. عقل همه ما همینه. در جریان معلوماتی که درش انباشته شده حرکت میکنه، زمانی که چیزی لحظه به لحظه داره نو میشه، میخوابه و بلند میشه، میمیره و دوباره زنده میشه، عقل قدرتش رو از دست میده. چون ما در زمانی میتونیم با عقل کنار بیایم که قابل تکرار رو میبینیم، زبان مشترک و عقل مشترک رو میبینیم. در زمانی که همه چیز کاملا جدید و متفاوته عقل معنی پیدا نمیکنه. شما ببینید در جایی که در بسیاری جا چرا میگین سورپرایز شدم، چرا میگی مثلا نمیدونستم این چیه؟ چون وقتی به نسبت بهش معلوم نداری، مجهول داری، عقل چیکار میتونه بکنه؟ پس عقل در یک جریانات معلوم و قابل تکرار میتونه حرکت کنه و مجهولاتی رو کشف کنه. از این حیطه جلوتر نمیتونه بره. بریم بره کو بیایم من بقیه بره. خب عرض کنم خدمت شما که من خیلی سعی کردم توضیحی بدم که در عرفان ما به چی میگن راز، و اینکه شما در حافظ گیسو رو زیاد میبینید به چه معنی میگیره. معمولا گیسو رو شما در مثنوی یا دیوان کبیر نه که مطلقا نمیبینید ولی کم میبینید، زلف رو خیلی کمتر میبینید. و مسئله این که با این بوی خوش، این بویی که گیسو میده، این عالم ظاهری که ما داریم میبینیم میده، ما میتونیم به یک جریانی به نام اسرار و راز پی ببریم. در کنار همین موضوع توجه به این داشته باشید، ما یعنی منظورم عرفان، اینها منظورشون به این نیست که یک ظاهری این دنیا داره که تو الان داری میبینی و بعد میری حالا تو یک فاصله کند و کاف میکنی یه باطنی هست و داری حالا اون باطنها رو میبینی. مطلقا جریان اینطور نیست. همونطوری که جهان میکروسکوپی با جهان بزرگ درامیخته هستن، فقط دید ما عوض میشه،
حالا به وسیله علم، به وسیله وسائلی که داریم متوجه میشیم در زیر این جهان بزرگ، طبیعت بزرگ، دنیای بزرگتری به نام میکروسکوپی وجود داره. اینها از هم جدا نیستن. یعنی اون منظور هگل اینه که، یا منظور مارکس اینه که همون زمانی که سرمایه‌دارها، بورژواها و متفکرین تمدن غرب پایه‌های اینو دارن می‌ریزن و غرب رو دارن میارن بالا و خب حالا در قرن 19 هم به خصوص دیگه اوج اروپا داره شروع میشه، در همین زمان تیشه به ریشه و بنیاد این داره میخوره. یعنی اشتباه نشه اینی که ما فکر کنیم یک جریانی در پشت وجود داره و ما داریم یک ظاهری رو میبینیم و حالا باید یک فاصله‌ای رو طی کنیم تا اون باطن رو کشف کنیم. اینها به هم درامیختن و بعد راز دارای عمقیه که هر چی توش میری عمیق‌تر میشه. مثال‌هایی رو که میزنم، حالا انشالله به موقعش سندهاشو میارم، این مذارم جلسات بعدی، چون صحبت ها مهمه که به نتیجه ای برسه. شما ببینید حیرت یعنی این، شما میرین کنار دریا، وقتی پاتونو میذارین تو دریا مثلا آب تا مچ پاتونه، میرین جلوتر میاد تا زانو، انقدر میرین که از سرتون میگذره و انقدر عمیق میشه که توش غرق میشید. این حیرته. شما هرچی در دریا قدم میذارین عمق آب کمتر نمیشه، عمق آب بیشتر میشه. این از شاخصهای رازه، این از شاخصهای مهم رازه. برای این دریا شما دیگه احتیاج به یک مرکبی دارید مثل شنا، که در دریا شنا کردن به درد انسان میخوره. دیگه در دریا پیاده روی وقتی که یه مقدار عمیق میشه که به درد شما نمیخوره، باید شنا کنید. این مرکب دیگه ایه که ما برمیگزینیم. و باز راز اون چیزی هستش که عموماً همه از این نمیتونن خبردار شن. قبلا در سالهای گذشته از مولانا در مثنوی خوندیم که اگر قرار باشه که از همه رازها همه خبردار باشن، اصلا نوع حیات عوض میشه، اصلا یک فرم دیگه ای زندگی میشه. به همین خاطر کسانی که حاضر، یعنی کسانی که این جلوه و برق درشون به وجود نیومده، این شیدا شدن، این ماه گرفتگی درشون به وجود نیومده، و یا کسانی که حاضر به هیچ گونه خطر کردنی نیستند، یعنی میگن همه چی خوب باشه، درست باشه، سر جاش باشه، حالا اگه حرفی داری بزنی به من، من اگر دیدم در راستای منافعم هستش شاید بهش توجه کردم. این عرفان نیست، این اصلا عاشقی نیست. میگه تو زمانی محرم هستی که برای این محرم بودنت بالاخره یه تکونی هم تو خوردی، همه چیز همچین پخته و شسته رفته و آماده نکردن بذارن جلوت. از اینجا نامحرم ها شروع میشن، کسانی که محرم آشنایی با این راز نیستن. به غیر از این قدرت هندل کردن و برتابیدنش رو هم ندارن. ببینید ما زمانی که ما برای چی هستن در سیستم ها پناه میبریم، این سیستم هر چی هست، من برای چی بلند میشم میرم توی فلان جا میشینم و مدیتیشن انجام میدم؟ خب میخوام آروم شم دیگه، احساس امنیت کنم، آرومم میکنه. حالا یه کسی دیگه میره چه میدونم این مدیتیشن انجام نمیده، میره مشروب میخوره، میره مواد مخدر میکشه. حداقل ما این توجیه رو داریم که این برای بدن سلامته و مواد مخدر نیست، مشروب نیست، که توجیه بسیار جالبیه و کاملا هم درسته، ما اصلا با اینا مشکل نداریم. اما مسئله ما اینجایی هستش که تو زمانی که میری در یک سیستم، بسیار
عنایت کنید برز من رو. وقتی که قرار تو شکوفا بشی، میگیم ذهن یک ماهویتی، یک موجودیتی داره که وقتی توجهش به دانش‌ها و تجربه‌ها و آرزوها کم شد و یا قطع شد، خلاقیت در این شکوفا میشه. یعنی این یک چیز ذاتی توه، احتیاجی به جادو و جنبلم نداره، احتیاجی هم به معجزه نداره. حرف اینها اینه، این یک حرکتی که تو باید بکنی، همین این حرکت رو که انجام بدی. مگه شما میان به بچه آموزش میدین چجوری راه برو، چجوری نفس بکش؟ بچه‌ای که سالمن، مگه شما همچون کاری رو میکنین؟ این یه چیزی در درون خودش، این طلبشه، این هم در ما وجود داره. یعنی فقط یه جایی باید یواش یواش بچه همت اینو بکنه، بلند شه، بگیریش تاتی 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 تا راه بیفته. وقتی هم که توجه من از اینها جدا شد، میره رو به خلاقیت. و شما خلاقیت رو کم نبینید، خلاقیت خیلی مسئله مهمیه. بسیاری از این موفقیت هایی که بشر داشته زاییده عقل نیست، زاییده همین خلاقیته. شما بخونید تمام موفقیت، شاید بسیاری از موفقیت های دانشمندان رو، اینها زاییده خلاقیته. بسیاری، حالا اگه نگیم همش، خب بگذاریم. این مسئله وجود داره در ما. ما وقتی وارد یک سیستم میشیم، تبدیل به چی میشیم؟ تبدیل میشیم به یه دستگاه ضبط صوت، گرامافون، که هر چیزی که داره به ما گفته میشه، ما اینا رو شروع میکنیم تکرار کردن. و هرچی که این کلمات قلمبه سلمبه تر، ما احساس میکنیم که با عقل تر و با سواد تر شدیم. این یه واقعیتیه. ما اساسا داریم میگیم تو یه نفر هستی که فقط از تو همین یه نمونه در جهان آفریده شده. وقتی هم که از این جهان بری، دومی نخواهی داشت، تکرار نخواهی داشت. با تمام خصوصیتات، با تمام ویژگیهات و تمام موجودیتت، با یک پدیده رو در رو میشی به نام عشق. ما در عرفان حرفمون اینه. به همین خاطر راه رو تو باید بری. من، یعنی منظورم به عرفا هستش، صحبت ما اینه که یه رازهایی رو برای تو باز میکنیم، یعنی تجربیات خودمون رو. یکی از رازهایی رو که ما بهش رسیدیم اینه که به مراتب در مسیر سما، در مسیر سما، تو به آشناییت با هستی، وصل شدنت به جهان معنا سریعتر انجام میشه. این یکی از اون راز هاست. بسیار عرض منو عنایت کنید. ما در جهانی زندگی میکردیم، البته امروز هم خیلی از این چیزا مد شده. یه دفعه عرض کردم خدمتون، بازگشت بیرحمانه خدایان بدن و هر چی که در گذشته بوده، امروز به شکل خرافی ترش مد شده. شما فکر نکنید، فقط ببینید حرکت در واژه هاست. یک رنگ رنگ و لعابی بدیم که اسم علمی باشه. ببینید در جامعه صوفی، که صوفی پشمینه پوشم، درسته؟ صوفی یعنی کسی که لباس پشمی میپوشیده دیگه، که بدن رو بخوره. این که از لباس بوده، غذا که مطلقا نبوده، خیلی محدود. ازدواج و رابطه های زناشویی و خانواده اینا مطلقا نبوده، همون زهدی که ازش صحبت میکن. و اینها بر این باور بودن که از این طریق ما میتونیم به معنا وصل شیم. حالا یه عده اومدن میگن آقا ما میخوریم، به شراب هم میخوریم، غذا هم میخوریم، ازدواج هم میکنیم، زندگی هم داریم، اما تونستیم برسیم به یک معنا. نمونش من حافظم، نمونش من مولانام. یعنی دارم رازی رو برای توی انسان باز میکنم که تجربه منه. این همون اندازه‌ایه که بتونی پاتو توی اون دریا بذاری.
برو و تجربه کن، اگر دیدی این سمایی که من دارم میگم به درد تو میخوره، تو هم ادامهش بده. اگر دیدی بدون اینکه خودتو شکنجه کنی، بدون اینکه خودت رو در تکلفهای سنگینی بندازی، این مسیر بهت کمک میکنه، این اون چیزیه که من کشف کردم و سر این داستان جون دادم. حالا به حافظش نرسید، به مولاناش نرسید، ولی منصور جون داد. منصور حلاج جونشو گذاشت، عین القضات گذاشت، روزبهان شیرازی گذاشت، بسیاری از اینها گذاشتن که آقا جون احتیاجی به این که سیخ داغ تو بدنت بکنی نیست. حرکت باید در ذهن انجام بشه، حرکت باید در این نوع شناخت ها انجام بشه. چرا ما توجه نمی کنیم؟ ببینید انسان بسیار داستان جالبیه، باور کنید این حرفا با امروز هیچ فرقی نمی کنه. ببینید ما میایم همین تئوری سازی ها، همین افسانه سازی هایی که می کنیم، انسان یه افسانه هایی می سازه، بعد خودش از افسانه های ساخته خودش می ترسه. این از مسائل خیلی مهم ماست. یعنی شما ببینید هر چیزی راجبه چه میدونم مرگ، دنیای بعد از مرگ، اونچنان میز بعد خودمون میترسیم. نمیدونم راجبه خیلی چیزهای دیگه، بهترین مثالش خودی جناب صناعیه. صناعی فاصله داره با صناعی با مولانا، صناعی هم دوره خیامه. صناعی میگه که یک سری نقاش هستن، این نقاش ها یه عکسایی میکشن که خیلی وحشتناکه، عکس مثلا دیو میکشن، عکس قول میکشن، از اینجور چیزا میکشن. بعد وقتی که عکسر میکشن به عکس نگاه میکنن، خودشون میترسن. توجه میکنین؟ این حکایت کار ماست تو این افسانه هایی که میسازیم، عکس هایی رو میکشیم و بعد خودمون از این عکس ها میترسیم. آقا اینا مصنوع دست خودته. برای درک حقیقت تو باید بتونی، خطر کنی. خطر کنی یعنی بدین معانی که من خدمتتون عرض کردم، اینی که بشینیم و منتظر باشیم که یه سیستمی بیاد و حالا شما بیا حافظ رو یا مولانا رو یه جوری بگو من دقیقا بفهم، ببینم الان با اقتضاییات من کارساز هست. نه عزیز من، این برای اون کسیه که طلب به جونش افتاده و راهنمایی هایی که میشه کرد. اصلا هستی اوریان برای همینه، برای کسیه که اون یقظه، اون بیداری، اون شیدایی براش شده. ولی اگه ما هم بخوایم بشینیم حرفایی که اینا میرن از این چه میدونم عرفان امریکایی در میرن و عرفان کجا در میرن و هی ما هم بشینیم اینا رو تکرار کنیم و این ضبط صوت که خب دارن میکنن این کارها رو، تویی که این مسئله برات پیش اومده، این موضوع بهت بسیار کمک میکنه. این تجربیات رو با جون و دل نیوش کن، برات بسیار راهگشاست. تو داری از یک حرکتی صحبت میکنی که موقتا تسکینت بده، من دارم از یک گشایشی صحبت میکنم که تا ابد تو رو جاودانه شادمان میکنه. منظورم عرفا و اساسا کار ما هم در هستی اون از روز اول عرض کردم در مسیر طریقته. بله ما نیومدیم کسانی که چه میدونم یه مشکلاتی دارن حالا یه آرامشی بهشون بدیم، یه چیز از این چیزا بسیار زیاده. اصلا هم نمیگیم چیز بدی یا خوبیه، هر کسی خودش تصمیم میگیره. یعنی من زندگی خودم رو میکنم، من نمیتونم جای شما زندگی کنم، همونجوری که شما نمیتونید جای من زندگی کنید. اما اگر این مسیر رو، این شیدایی برات پیش اومده، گوش بده. حرفای بسیار ارزشمندی هست که تا حالا نشنیدیش، اینا برات راه گشا خواهد بود. برگردیم سر داستان باز عقل. ببینید در مسئله جریانات عقلی و اینکه ما به این جریانات میگیم عقل، یعنی عقل اصلا چیزی جز این نیست. و بعد در نظر داشته باشین عقل در همه جا حاضره، در تجربیات ما عقل حاضره، در حس ما و عقل حسی ما عقل حاضره.
در دانش ما عقل حاضره. یعنی شما مثلا دانش که بدون عقل نمیشه که. اما شما در نظر بگیرید یک جریان، یک کیفیتی رو ما میخواییم بیان کنیم و این بیان بسیار بیان کیفیتیه، یعنی تا نشی نمیدونیش. همینجور که هرچی به ملک بگی آقا جان به آدم سجده کن، داستان اسطوره‌ای، اون نمیفهمه موجودیت این انسان چیه، چون انسان نیست. حالا شما فرض کنید یک سایه‌ای وجود داره که این سایه میخواد نور رو در بغل بگیره. این شدنی نیست. سایه وقتی نور رو در بغل گرفت دیگه سایه از بین میره، سایه وجود نداره. حکومت جریان قدرتمندی به مسلط میشه که به اون نور میگیم. حکایت عقل هم همینه. عرض کردم عقل‌های ما متناهیان، لا بی‌نهایت نیستن، لا منتها نیستن. ما تو یه اندازه یک فرد منظورمه. یک فرد، شما الان در نظر بگیرید دانشی رو که داریم نسبت به هر موضوعی، هر رشته تخصصی که داریم، فقط یک قسمت باریکش رو میدونیم و به خصوص یه مسائلی که در زندگی غیر تخصصی و حرفه‌ایمون وجود داره. حالا میخواییم بیاییم یک آفتابی رو در آغوش بگیریم. عرفای ما به ما میگن که اون چیزی که از عقل برتره و تو رو با رازها آشنا میکنه پدیده‌ایه که ما اسمش رو گذاشتیم عشق. اما زمانی که عشق پدیدار میشه دیگه خود وجود نداره، دیگه عقل وجود نداره، سایه میشه نور. در حقیقت این مثالی رو که بارها مولانا زده، حالا امروز مدرن ترش رو من خدمتتون عرض میکنم، این جهان ماست. انسان رو مؤلفه‌ای میدونن از دو جریان، روح و جسم، روان و جسم. انسان چیزی جز روحش و جسمش نیست که اینها دوتا با هم درامیختن، هیچ کدوم از هیچ کدوم جدا نیستن. این شیر که در جوهای خون در سینه مادر در حرکت، روح و جسم با هم درامیختن. این مؤلفه، یک درکی تو میخوای از روح داشته باشی، خود میخوابه. ولی وقتی که بر میگردی به خود، دیگه اون درک روح رو نداری. این خودش کیفیته. یعنی من انسانی زمانی که رو در رو میشم با این طبیعت، درک میکنم زمان رو، درک میکنم مکان رو، همه اینها رو با مشخصات این طبیعت بزرگ دارم میفهمم. اما زمانی که مایکرو شدم، زمانی که کوچیک شدم، زمانی که میکروسکوپی شدم، شدم به اندازه یک اتم، دیگه مکان برای من وجود نداره. میرم به دل یک زندگی دیگه، میرم به دل زمان دیگه، نمیتونم به همین اندازه و سایز باشم برم اونور. یکی از این ترانسفرهایی که ما میشیم، حرکاتی که از عقلانیت به عشق میکنیم و دو مرتبه به عقل برمیگردیم، این هم از رازهایی که مطرح میکنن. حالا شما ببینید در قبال همین موضوع، یعنی شما ببینید من با این اندازه و جسمم تو عالم مولکول نمیتونم برم، باید کوچیک بشم به اون اندازه بشم برم. منی که میخوام وارد معنا بشم باید سوار مرکب عشق بشم. در مرکب عشق خود نمیتونه وجود داشته باشه، خود از بین میره. بسیار برای کسی که سالک راه مهمه که این خلاقیت ها رو درک میکنی، این تجربیات رو درک میکنی، وقتی که در سما هستی، وقتی که در شهود هستی، وقتی که خلاقیتت میجوشه و این شعرها میاد بیرون و هزاران چیز دیگه میاد بیرون، اینها اون پاهاییه که توی اون دریا داری میذاری برای درک اون چی که اینها دارن میگن. اینها بسیار نکته های مهمیه. مولانا خیلی زیبا میگه همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آمد شود جوینده لا.
گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک ز اول آن بقا اندر فناست. یعنی تو با این خود نمیتونی وارد درکمون بشی. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. وقتی که نور ظهور کرد، وقتی که شما در اون نور همه سایه رو بغل کرد، دیگه سایه معنی نداره، سایه دیگه حذف شده و سایه از بین رفته. من وقتم تنگ، حرفا ماشاءالله زیاده، اما باز اشاره به یه نکته‌ای بکنم حالا تا جلسه بعد انشاءالله. میگه که شما، چون حیف اومد این یه تیکر از مثنوی که ببخشید از دیوان کبیر من خدمتتون نخونم، میگه آقا جان یه زمانی یکی از این رازها رو تو برو ببین، من اینی که دارم مولانا میگه، میگه اینی که من دارم میگم اگه بی خود گفتم ولم کن، چیزی ازت نمیخوام، که برو تو آینه خودتو نگاه کن، اما نه برای این که ببینی ابرود چطوره، ببینی مثلا آرش، اینا رو ول کن، ببین در این آینه چی میبینی. این باز یکی از رازهایی که من مولانا بهش رسیدم، بهش توجه کن. اجازه بدید من غزل براتون بخونم، چند تا بیتشو میخونم، وقت نمی کنم همشو بخونم. این غزل از دیوان کبیره. جان و سر تو ای پسر، نیست کسی به پای تو، آینه بین به خود نگر، کیست دگر ورای تو. بوسه بده به روی خود، راز بگو به گوش خود، هم تو ببین جمال خود، هم تو بگو ثنای تو. اشتباه نشه، ما با مسائل این که آی من چقدر خوشگلم، آی من چقدر خوشتیم، با اینا کاری نداریم، اینا یه بحث دیگه ایه. در این آینه ببین ورای این چیه، بوسه بده بهش، برو به سمت اون، نترس از اونی که در خودته. بابا ذلت انسانی یه اندازه‌ای داره، از خودت هم تو داری وحشت میکنی، بوسه بده بهش، برو اونور، ببین پشت این زیبایی که داره، پشت این چهره‌ای که هست، چه زیبایی هایی نهفته است، چه چیزهایی وجود داره. نیست مجاز راز تو، نیست گزاف ناز تو، راز برای گوش تو، ناز تو هم برای تو. ببینید میگه این رازها مجاز نیست، اینا رو فکر نکن که بی خوده، چون حالا یه عده این رو نمیبینن یا یه همچون حالتی براشون پیش نیومده و فقط برای یه عده پیش میاد، پس در نتیجه تو داری بی خود میبینی. فقط اگر کسانی به این مسائل آشنایی ندارن، من خدمتون بگم امروز روز میگن که خب آقا خیلی از اینها رو اینا میگن مریضیه. اولا ما کاری نداریم اینها چی میگن، بارها هم خدمتون عرض کردم، سخنان منو نگیرید، بسیار بسیار زیر کوشن مارکه، بسیار علامت سوالی که آیا روان شناسی و روانکاوی یک فریبه که در ابزاری در دست سیستم ها یا واقعا یه علمه. ما به این کار نداریم. میگه آقا به این میگن اسکیزوفرنیا، به این میگن فلان. عزیز من بارها اینها فرمول دادن، اون موقع هم این مسائل بوده، این نیست که فقط اینو الان کشف کردن. توهم زده، مالی خولیایی، چند بار در مثنوی خوندیم که آقا اینا مالی خولیاست. اون چیزی که به واقعیت بیرون میپیونده همون رازیه که داره از تو دلبری میکنه. تو وقتی 5 تا خواب داری میبینی و این خوابا صادقن، این دیگه مجاز نیستش که در دنیای واقعیت اتفاق میفته، این دیگه مجاز نیستش که. مجاز توهم مالی خولیا بوده، اینا خیلی متفاوته با این چیزا. ما کاری نداریم که چینگه، و باز باید توجه به این نکته آخر داشته باشی. طلب و طلب بسیار روش تاکید میکنم.
استفاده ابزاری از نیروهای درونی و به خصوص عشق برای رسیدن به یک نوع منافع نیست. این اون چیزیه که بسیاری از آدم‌ها تصور می‌کنن. حالا مثلا وصلشن به یه خدایی که خدای خواسته های اینا رو برآورده کنه و تمام این سیستم های مختلف هر چی که هستن از چی ما سوء استفاده می‌کنه؟ از این عدم اطمینان خود ما. برای اینکه من میخوام یک استفاده ابزاری کنم از یک جریانات درونی برای رسیدن به یک سری منافع بیرونی. بارها اینها گفتن یک مو این بد قدم رو بردارید دیگه سراغت نمیان. اولین تنبیهیه که میکننت، میگن حالا بخور تا واسط بیارن. استفاده ابزاری از جریانات عشق، از جریانات معنا، بزرگترین خیانت به درون خودته. و اینها خیلی این رو تذکر دادن. وقت باز میبینید اینی که ما همه چیز رو فقط در راه منافع خودمون استفاده کنیم میشه استفاده ابزاری. و این استفاده ابزاری در حقیقت همون عدم اعتماد ما به خود ماست، همون عدم این که ما میخواییم همه جا پامون مطمئن باشه. خیلی جاها نمیشه، نمیتونی. بیزنسمنی همینه، عارفی همینه، هر چی هستی همینه. یک جاهایی باید ریسک کنی. خسته نباشین تا هفته بعد.